چرا دو سال پیش متمم قانون اساسی پاکستان اقلیت مذهبی احمدیه را غیر مسلمان اعلام کرد این گروه از آن تاریخ تا کنون در مرز آزار افرادگرایانه مذهبی قرار دارد آیش تنظیم خبرنگار صدای آمریکا از چنب نگر در کشور پاکستان گزارش می‌دهد. نعیمه ۵۳ ساله است و با عبدالشکور زندگی می کند. امروز برای اولین بار تنهاست چون همسر 80 سالش به جرم فروش کتاب های ممنوعه به 5 سال زندان محکوم شده. آنها عضو اقلیت مذهبی احمدیه هستند و خود را مسلمان می دانند. ولی قانون اساسی پاکستان در سال 1974 این اقلیت را غیر مسلمان خوانده. اعضای اقلیت احمدیه در طول دهه ها مورد آزار قرار گرفتند و چون بعضی از مسلمانان فرقه احمدیه را بدعتی در اسلام می دانند و آنها را بدتر از کفار می شناسند. سال 2010 در حمله مسلمانان افراطی به یکی از مساجد احمدیه در لاهور بیش از 80 نفر کشته شدند. تنها در دو دهه گذشته صدها عضو فرقه احمدیه هدف تعرض و حملات مرگبار افراط قرار گرفتند. از سال گذشته دولت پنجاب پرجمعیت‌ترین ترین ایالت پاکستان در موج جدیدی از خشونت علیه این اقلیت همه کتاب های رهبر معنوی احمدی میرزا غلام احمد را ممنوع کرده است. در اعلامیه های دولتی کتاب های میرزا غلام احمد خائنانه و فتن برانگیز و هدف آنها تحریک احساسات خسمانه میان اخشار مختلف شهروندان خوانده شده است. بعد به دولت نامه نوشتیم و از سروزیر وزیر خواستیم که اقلا بگه کدوم قسمت کتاب باعث نفرت پراکنی شده. چرا همه کتاباشو من کردن ولی جوابی ندادند. معمولا به خودشون زحمت پاسخگویی نمیدن. در مقابل متون مخالف اقلیت احمدیه در بازار به راحتی در دسترس است. محمد نصیر کتابدار کتابخانه اصلی فرقه احمدیه در چناب نگر میگوید ناگزیر شده 75 هزار جلد از 200 هزار کتاب کتابخانه را نابود کند حتی روزنامه ها و نشریات ادواری مربوط به فرقه احمدیه هم ممنوع شده قفسه اتاق که پر بود از روزنامه ها و نشریات این گروه حالا خالی است و اعضای فرقه به کتابها و منابع مذهبیشان دسترسی ندارند حتی وبسایت گروه هم مسدود شده مقامات ایالت پنجاب به درخواست های مکرر خبرنگار صدای آمریکا برای اعلام نظر در این باره پاسخ نگفتند. نعیمه نگران همسرش است که در گرمای سوزان تابستان در زندان به شدت وز کم کرده. او درخواست تجدید نظر در حکم همسرش کرده ولی امید چندانی به تغییر حکم دادگاه ندارد.